بینندگان عزیز، خدمت همه شما سلام دارم. شهلا دانشور هستم، برنامه سازمان دل را خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم حال شما عزیزان خوب باشه، اوقات خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. برنامه این هفته به تدارک 8 مارس روز جهانی زن میریم. خب این برنامه ویژه است، حتما تا اون مقطع برنامه های دیگه هم خواهیم داشت. 8 مارس روز کیفرخواست جامعه علیه آپارتاید جنسی حاکم با خاص بایکوت جهانی این رژیم. با سیما بهاری گفتگو داریم تیم برنامه، عضو کمیته سازمانده. سلام میکنم سیما بهاری، خیلی خوشحالم که شما رو تو این برنامه داریم. منم سلام میکنم هم به شما و هم به بینندگان برنامه و ممنون که دعوتم کردیم. تشکر میکنم. خب یک مقدمه خیلی کوتاهی رو من اینجا ارائه دادم. چیزی به 8 مارس باقی نمونده، باید تدارک دید. اولین موضوع اینه که کلن جایگاه این روز خصوصا تو ایران چی هستش؟ یکی از مؤلفه های خود جمهوری اسلامی زن ستیزی جمهوری اسلامی هست و 42 سال هست که جامعه مشخصا زنان دارن با این پدیده می جنگن. جمهوری اسلامی از یه طرف همه تلاشش رو کرده، یعنی واقعا میشه گفت با زن ستیزیش و با اجبار برای حجاب سعی کرد میخ خودش رو سفت کنه و طی این 40 چند سال زنان نشون دادن که یک ذره عقب نشینی نمی کنن، هرچند یه جاهایی مجبورن مبارزاتشون رو یه مقدار مخفی تر بکنن، کم سر و صدا تر بکنن، ولی طی این 40 چند سال مبارزات زنان همچنان ادامه داشته و شاهد پیشروی های خیلی زیادی بودیم. سعی کرد جمهوری اسلامی روز تولد فاطمه زهرا که سمبل یک زن توسری خور تسلیم هست رو به مردم، به زنان جا بزنه به عنوان روز زن. جامعه نپذیرفت. جامعه با برگزاری های سمینار های مختلف، راهپیمایی های مختلف، برنامه های مختلف 8 مارس روز جهانی زن رو به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و باعث شد که به رسمیت شناخته بشه. الان فکر میکنم بخش اعظم جامعه روز جهانی زن 8 مارس رو به رسمیت میشناسن، میدونن که ماجرا چیه، تاریخچه 8 مارس رو میدونن. بیانیه ها و اطلاعیه های از جانب جنبش کارگری ما دیدیم، بازنشستگان دادن تو سالهای گذشته این کار رو کردن و این به این معنا نیستش که یک الیت جامعه، یک بخش معینی از جامعه داره این روز رو گرامی میداره، بلکه یک موضوع بسیار اجتماعی و یک موضوع همگانی برای اون جامعه هست. بنابراین روز 8 مارس روز خیلی مهمی هست، برای اینکه شما تو همون مقدمه کوتاهتون به نکات خوبی اشاره کردید. روز دادخواهی ما زنان و ما مردم آزادیخواه و برابری طلب هست علیه جمهوری اسلامی و علیه 40 چند سال تبعیضی که به خاطر جنسیت به مردم توی اون جامعه تحمیل داره میشه. روزی هست که ما به خصوص امسال زوم بکنیم و متمرکز بشیم و خواهان بایکوت جمهوری اسلامی در همه عرصه‌های بین‌المللی بشیم. خب شما تاثیر جامعه دادید از این روز و جایگاهش تو ایران. رژیمی که خصوصیت ضدیت با زنه، رژیمی که پرچمش آپارتاید جنسی است و حجاب در واقع اون پرچمیه که داره بیش از 40 سال حاکمیت میکنه، خب نشون میده که روز جهانی زن چه جایگاه مهمی داره به عنوان روز اعتراض همه جامعه، به خاطر اینکه آپارتاید جنسی تعرض به همه جامعه است و در زیر چنین پرچمیه که این فلاکت و بدبختی رو به کارگر، به معلم، به بازنشسته، به کل جامعه حاکم کرده. با اولین تعرضش با همین پرچم بوده. بنابراین جایگاه سیاسیش همونطور که شما کاملا توضیح دادید اینه و دختران انقلاب بیان این جایگاهه. دختر انقلاب رنگ این انقلاب رو بیان میکنه.
جنبش راه زن امروز این جایی شده، یه جای دیگه به زنانه بودن انقلاب رو داره فریاد میزنه. خب با توجه به همه این بحثی که داشتیم، با توجه به همه این صحبت ها، تم مشخص، مضمون مشخص 8 مارس امروز تو این شرایط بعد از داستان دختران انقلاب و مبارزات قهرمانانه زنان تو این زمینه، بعد از فعالیت هایی که تو سطح بین المللی شاهدش هستیم و اینکه این حکومت مظهر آپارتاید جنسی است تو سطح دنیا، مضمون 8 مارس امسال چه باید باشه، چه میتونه باشه، چه تاکیدات تو این وش دارید؟ بله، اشاره کردید به مبارزات چه در سطح ایران و چه در سطح بین‌المللی. من میخوام یه مقدار اینجا یه مقدار مکس بکنم، امیدوارم فرصت باشه. فکر میکنم در سطح ایران همینطور که شما اشاره کردید به دختران خیابان انقلاب، یک نقطه عطف در مبارزات زنان بود. میدونم این اینجوری نبودش که بگیم یک دفعه از یک جای ناکجا آبادی زنا اومدن و حجاباشون رو کردن سر چوب و بلند کردن و اعتراض کردن. یک جامعه، دو این جامعه یک بستر ایجاد شده، بستری که اعتراضات زنان رو منعکس میکنه توی عرصه‌های مختلف. مسئله حجاب، همینطور که گفتم، جمهوری اسلامی سعی کرد با حجابش یک چادری در واقع به کل جامعه بکشه و خواستا و مطالبات مردم رو علل عموم توی گونی بکنه. با اعتراض دختران انقلاب این پرده دریده شد به صورت خیلی خیلی گسترده. هم انعکاسش توی ایران خیلی زیاد بود، سر و صدا کرد، و هم در سطح بین‌المللی این مسئله مطرح شد. از جانب خود زنانی که دست به چنین کاری زدن، افشاگری های زیادی شد، مقاومت های خیلی قهرمانانه شد، عقب نشینی ندیدیم ما از زنان و خیلی با شجاعت و قهرمانی از خواستشون، از مطالبتشون، از خواست لغو حجاب اجباری حمایت کردن، دفاع کردن و راجبش صحبت کردن. در سطح بین المللی این صدا منعکس شد، از جانب جمع‌ها و تشکل‌های مدافع حقوق زنان، از جانب یک حزبی مثل حزب کمونیست کارگری مطرح شد تو سطح بین المللی و توجه خیلی از مردم رو توی دنیا به این امر معطوف کرد. بنابراین جایگاهی که این مبارزات پیدا کرد جایگاه بسیار بسیار والایی هست و خیلی خیلی اهمیت و ارزش داره. امسال در 8 مارس ما و معمولا در 8 مارس های مختلف فرصتی پیدا میشه برای اینکه وضعیت زنان رو توی هر جامعه ای زیر ذره بین بذارید. توی ایران این وضعیت علارغم وجود یک حکومتی که با آپارتاید جنسیتی سر کار هست، فوکوس ما و توجه ما بیشتر و اون ذره بینی رو که ما میخوایم بزرگ نمایی بکنیم و به جامعه نشون بدیم و به سطح دنیا نشون بدیم، مبارزات و اعتراضات و جنبش نوینیه که زنان بهش دست میزنن. خواست لغو حجاب اجباری یک خواست مربوط به یک تعدادی از زنان نیست، مربوط به عموم جامعه هست و توی جامعه این جوشش و این خروش رو ما میتونیم ببینیم. امسال دادخواهی ما، دادخواست ما علیه یک حکومتی هست که 40 سال این اختناق و این آزار و اذیت و این تحت فشار قرار دادن زنان رو خواهان هستیم. دادخواهیم ما و فراخوانمون به همه مردم توی جامعه ایران این هست که این پرچم رو بلندتر از همیشه بکنن و مبارزات زنان رو اهمیت بدن، ارزش بدن و به هر حال نشون بدیم که این جامعه سر باز ایستادن، اعتراضاتش سر باز ایستادن نداره. در سطح بین المللی همین پرچم باید بشه پرچم بایکوت جمهوری اسلامی. همین اعتراضات، همین یک قلم جنس، یعنی وجود یک آپارتاید جنسیتی توی ایران، همین یه مورد و موارد دیگه، فقر، بیکاری، تجاوز، کودک آزاری، اینا رو مد نظر حتی اگه نگیریم، همین یه مورد موردی هستش که ما خواهان این بشیم که جامعه جهانی، دنیا جمهوری اسلامی رو بایکوت کنه، توی مجامع بین المللی راهشون ندن، اینا رو بیرون کنن از مجامع بین المللی. در سال گذشته دو مورد سفر ظریف لغو شد،
به خاطر مسئله حقوق بشر. ما توانایی اینو داریم و واقعا خیز برداشتیم که این حرف رو به کرسی بشونیم که جمهوری اسلامی تو هیچ کدوم از مراجع و مجامع بین المللی جایی نداره، چه هنری، چه ورزشی، چه سینما، چه تئاتر، چه مجامع کارگری، هیچ جا نباید جایی داشته باشه و باید بایکوت بشه. و در 8 مارس ما میخواییم که این سنگ رو به اصطلاح محکمتر بذاریم و بنایی باشه برای جلب توجه افکار عمومی در سطح دنیا برای بایکوت جمهوری اسلامی. دقیقا درست میگید و خب طبعا این باید ما به ازای داخل کشوریش هم داشته باشه، در شعارها، در گفتمانها، در پست ها، در ویدیو کلیپ ها به شکل های مختلف. ما میگیم رژیمی که اسید پاشی میکنه، رژیمی که تجاوز میکنه، رژیمی که زندگی مردم رو، زن رو زیر حجاب، زیر اون زندان حجاب اسیر میکنه و جنایت ها میکنه که از اون داره خون میریزه، جاش باشه میز محاکمه است و باید جهانی بایکوت بشه. حالا بیایم، وقت زیاد باقی نمونده، بیایم بریم سراغ اوضاع. چه میشه کرد؟ چه تدارکاتی میشه دید؟ به لحاظ عملی در چه اشکالی میشه این روز رو برگزار کرد و به صدای اعتراض خودمون تبدیل کنیم؟ چه تأکیداتی دارید؟ بله، درست گفتین شما که این فعالیت ها باید ببینیم ما به ازای داخلیش چی میشه، داخل ایران چه میشه کرد. داخل ایران تا حالا، تا همین امروز اگه بخوایم برگردیم به عقب و تاریخ رو بخوایم ورق بزنیم، خیلی فعالیت ها شده در 8 مارس ها. سمینار ترتیب داده شده، برنامه های مختلف شرکت کردن مردم، زنان شرکت کردن، مردان شرکت کردن، از آزادی و برابری صحبت کردن، شعار نویسی کردن و تلاش بوده برای اینکه همطور که گفتم وضعیت زنان، موقعیت زنان زیر ذره بین قرار بگیره و دیده بشه، بیشتر دیده بشه. امسال هم با توجه به وضعیتی که کرونا تحمیل کرده به جامعه، شاید برگزاری سمینارهایی در سالن‌های بزرگ امکان پذیر نباشه، ولی این سمینارها رو توی مدیای اجتماعی میتونیم انجام بدیم. این روزها استفاده از مدیای اجتماعی واقعا یک وسیله بسیار مهم و حیاتی هست برای ما که افکار سیاسی داریم، فعالیت میخواییم بکنیم و مبارزه تعطیل پذیر نداریم. مبارزه تعطیل پذیر نیست. از مدیای اجتماعی میشه استفاده کرد و کنفرانس هایی رو فراخوان داد. فعالین زن میتونن این عرصه رو به عرصه فعالیت خودشون تبدیل بکنن. تا حالا انجام شده، کارگرها اومدن سمینار گذاشتن، راجع به مسائلشون حرف زدن، با هم ارتباط برقرار کردن، ارتباط ها سنگین‌تر و بهتر شده. ما از این وسیله میتونیم استفاده بکنیم. علی‌رغم این و به اضافه این، فعالین حزب، فعالینی که ما خطاب بهشون صحبت میکنیم، میشه همین کارا رو، همین مدیای اجتماعی رو تحت پوشش خودشون قرار بدن و فراخوان بدن به سمینارها و جلسات مختلف. و به علاوه در محل، در محلی که زندگی میکنین، در محلی که فعالیت میکنین، شعار نویسی میشه کرد. اگر فرض کنیم که مسئله بایکوت جمهوری اسلامی تبدیل بشه به یک شعار و فعالین حزب این مسئله رو تحت پوشش خودشون قرار بدن و ببینیم که روی در و دیوار نوشته شده جمهوری اسلامی از مجامع بین المللی باید طرد شود، بایکوت جمهوری اسلامی در رأس خواسته و مطالبات ما قرار داره. آزادی زن آزادی جامعه است. زن و مرد برابرند. جامعه این همه تبعیض رو بر نمیتابه. جامعه نمیخواد. جمهوری ضد زن نمیخوایم. سرنگون باید بشه. اینا میتونن، یا زندانی سیاسی آزاد باید گردد. خیلی از فعالین زن الان در زندان هستن، حکمای بلند دارن و جمهوری اسلامی بهشون تعرض کرده، واقعا دستگیرشون کرده، از کار بیکارشون کرده. ما باید بتونیم صدای اینا باشیم، بتونیم روی در و دیوار این شعارها رو منعکس کنیم. در محل کارمون تلاش بکنیم برای که جمع‌هایی رو درست بکنیم که 8 مارس رو برگزار کنن، بزرگداشت 8 مارس رو در دستورمون بذاریم. من یادم یه وقتایی این مسئله بودش که شیرینی‌هایی پخش می‌شد که روش شعار می‌نوشتن و بین مردم تقسیم می‌کردن. الان توی
مترو ما شاهد این هستیم که روز 8 مارس افراد میان بدون حجاب سخنرانی میکنن، صحبت میکنن و سریع بساط رو جمع میکنن که دستگیر نشن و مشکلی براشون پیش نیاد. به هر حال من میگم که مسئله این هستش که فعالیت خیلی میشه انجام داد، خیلی مسائل و ابتکارات خود مردم توی ایران میتونن انجام بدن که ما هم به همونا تأکید میکنیم و فکر میکنیم که باید این کارا رو کرد. باید در محل کار، محل زندگی، بین دوستان و آشنایان، تو فامیلا و هر جایی که میتونیم صدای اعتراض علیه تبعیض باشیم، علیه نابرابری باشیم و برابری رو فریاد بزنیم. خب بد نیست یک دو نکته من اضافه کنم. طوفان توییتری یکی از اقداماتی که میشه به مناسبت 8 مارس برای انداخت، مثلا بایکوت جهانی حکومت آپارتایت جنسی یا هشتگ نه به حجاب یا هشتگ اختیار روابط جنسی، هشتگ حق طلاق و هشتگ حق ورود به استادیوم ها، هشتگ آوازخونه، انواع اقسام این هشتگ ها و همین رو میشه مدیای اجتماعی رو باید به طوفان گفتمان هایی به مناسبت 8 مارس و علیه آپارتایت جنسی تبدیل کرد و شعارهایی که شما گفتید، حکومت ضد زن سرنگون سرنگون، 8 مارس نه به جمهوری اسلامی، 8 مارس نه به حجاب اجباری و ما لیستی از شعارها و دستورالعمل و گفتمان هایی که اینجا تو این برنامه داریم ما توی مدیای اجتماعی خودمون انتشار میدیم که دوستان در اختیار داشته باشن و با توجه به اون بتونن این گفتمان ها رو ببرن تو سطح جامعه و بتونیم این روز حقیقتا به روز کیفرخواست خودمون علیه حکومت آپارتاید جنسی حاکم تبدیل کنیم. اجازه بدید شهلا دانشور، در رابطه با توییتر گفتید، من فقط یه نکته رو اجازه بدید واقعا تو همین وقت دو دقیقه بیشتر وقت میذاریم. تو این دو دقیقه در رابطه با توییتر هر صحبت، هر خطاب، حسن ختام همه در اختیار شما، بفرمایید. بله، توییتر شما ازش اسم بردین، من علل عموم گفتم مدیای اجتماعی. توییتر فکر میکنم یک تجربه خیلی خوب در رابطه با اعدام نوید افکاری رو ما داشتیم و همچنین اعدام 3 نفر از فعالینی که در به خاطر آبان دستگیر شده بودند. این توییتر انقدر جهانی شد، انقدر بزرگ شد، انقدر دیده شد و ریتوییت شد که خود حاکمین عقب نشینی کردن، ترسیدن واقعا و در سطح جهان تونستیم ما صدای علیه اعدام باشیم، صدای نه به اعدام باشیم، صدای اعتراض به اعدام باشیم. میخوام بگم که توییتر رو و کل مدیای اجتماعی رو دست کم نگیریم. مطمئن باشید که از این طریق صدای ما میتونه به اقصا نقاط دنیا برسه و مردم دنیا رو به این مسئله توجهشون جلب بکنه که ما برده های ساکت و ساکن نیستیم. ما برده هایی نیستیم که همه فشارها رومون بیاد و دست به اقدامی نزنیم. ما انسان های معترض هستیم، ما فعالیت میکنیم، با علم و دانش سر و کار داریم، با تکنولوژی سر و کار داریم و ازش استفاده میکنیم و آزادی و برابری خودمون رو فریاد میزنیم. این مسئله کوچیکی نیست، امیدوارم که جدی بگیریم، دستمون رو تو دست همدیگه بذاریم و فعالیت 8 مارس امسال رو واقعا یه جوری ترتیبش رو بدیم که بشه پایان جمهوری اسلامی و نابودی این رژیم واقعا که وصله ناجوری هست به جامعه بشری است. زنده باد به شما، زنده باد 8 مارس و زنده باد 8 مارس میتونه شعاری باشه به در دیوار نوشته بشه. وقت به صحبتمون متاسفانه تموم شد. خیلی متشکرم که تو این برنامه شرکت کردید. خواهش میکنم، منم ممنونم از شما. خب صحبتهای خوب سیما باهاری رو دنبال کردید. در اینجا یک کلیپی پخش میکنیم. کلیپ بسیار قشنگی است. لیلا شعبانی اون رو تهیه کرده و بعد از اون لحظه آخر برنامه در خدمتتون خواهم بود.
برنامه بود در تدارک 8 مارس، باز هم برنامه خواهیم داشت در این مورد. از شما میخوام توی اون بحث شرکت کنید، از ابتکاراتتون بنویسید برای ما، اظهار نظر کنید به چه اشکالی میشه برگزار کرد. یک کاری که میتونید بکنید، فعالیت هایی که در سال گذشته و سالهای گذشته به مناسبت 8 مارس بوده باز تکثیر کنید تو مدیای خودتون که اینا بخشی از مبارزات ماست، و در این حال کلیپ تهیه کنید به مناسبت 8 مارس، کلیپ های 1 دقیقه، و این روز رو گرامی بدارید، بنر دستتون بگیرید و کلیپ ها رو بفرستید بر ما، از کانال جدید پخش میکنید. خب وقت برنامه ما پایان گرفته، برای شما عزیزان شب ها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.